اعضای دل اینجا کابل افغانستان هست. ما دکتر قیس نکزاد هستم، متخصص امراض داخلی عمومی و جنسی. امروز روز دوشنبه هست، تاریخ 8 ماه هود، ساعت هم 5:06 شام. امروز ماین خانه نرفتیم، خسته شده بودم بخی، گفتم امروز نمیرم. تلفن ها گل، فقط من هستم، کمره هست، شکیب و عمرم غایب هست و آزانا هست. این شکیب انتخلاش بخیر، یاد پروردگار را همچنان بکنیم. عزای دل من، دوستای با عزت من، به سلسله درسه های قبلی ما در مورد عوامل تکان قلب گپ زدم، در مورد ای که کدام معاینات تشخیصی به خاطر تداوی به خاطر تشخیص تکان قلب نیاز هست مورد عزیز صحبت کرد. امروز مشخصا در این سگمنت من میخوایم اینطور صحبت بکنم که پرش قلب را چجوری تداوی بکنیم. متوجه هستین؟ باش که دوستای ایرانی ما خوش و خورسند بشن. تکان قلب کلا چه دی مونگا بزرکی تکان پیدا کیگی، پرش پیدا کیگی، دی تاسو زرک کلا چه دست رپیگی، سلاری حل دی علاج لپارشتا تا تو چه باید وکی، چه باید ونکی، چه وقت دکتر تا باید لارسه و چه وقت مثلا دکتر تلل تا ضرورت نیشته. نمیدواریم چه داد سگمنت تاسو دی معلوماتی پاتشی او دی بل دوستان و دی آگاهی دی دیری دول پارا که تاسو دا شریکی زیر تاسو دیر منندوی ما. خوب عزیزای دل، ابتدا پالپیتیشن باید در جوابی شد سلیم است خبیث است. خوب اگر سلیم بود باید عامل بسیار مهم هست در تداوی پرش قلب، تثبیت عامل و اصلاح عامل مهم است. در حقیقت در تمام امراض ما طور است که ما کوشش میکنیم پاتولوژی را به فیزیولوژی بر بگردانیم، حالت پاتولوژیک را مرضی را به فیزیولوژیک بر بگردانیم. خب اول باید دکتر با تاریخچه معاینه فیزیکی، معاینات لابراتوری برسانه خود به اینکه چرا یک فرد پرش قلب پیدا که در افغانستان چه پس از این جمله ما مردم چه قسم سوء استفاده میکنن. می دکتر سب جور هستی؟ بخیر هستی، شکر، سلامت، بفرمایید سب. خب نامت چیست؟ خب دکتر سب تقریبا یک ماست که جا نوبت گرفتیم. و بدر نامت چی است؟ می فهمی که نوبت گرفتی. خب دکتر سب یعنی دوار توی کاغذ و معاینات یک دبی بی مردم از تاریخچه این چونین برداشت داره. آقای عزیز تو در دقیقه که وقت مرام زایی کردی از خودم زایی کردی من خود چیز نفهمیدم. تاریخچه وقتی که میگیم عزیزا چیزایی باید بیان شوه که به خاطر رسیدن به تشخیص به دکتر کمک میکنن. چقدر وقت است که پرش قلب پیدا کردی؟ ضعف کردی نکردی؟ در گذشته بستر شدی نشدی؟ عملیات شدی نشدی؟ تاریخچه فامیلی امراض قلبی در خانه تون که از سن پایان تر از 50 داشته نداشته؟ سیگرت کش هستی نیستی؟ الکل میگیری نمیگیری؟ مواد دیگه نشاور که در ترکیب خود امفیتامین و دواهای نیرو استیمولنت یا تنبیه کننده مغز که داره میگیری نمیگیری؟ زیر کدام دوا هستی نیستی؟ تاریخچه فامیلی شکر و امراض تایراید غده جاغور پیشت بوده نبوده؟ دوا گرفتی نگرفتی؟ اعصابت چطور است؟ روانت چطور است؟ و فعلا مثلا زیر تداوی هستی نیستی؟ چی حالتت زیاد میکنه؟ چی حالتت کم میکنه؟ مترافق با اینمی عرض دیگه چی شکایات داری؟ و اینجاست که مرحله میرسه کدام معاینات تکمیل کردی؟ و در پالی از اون تداوی که تابعال کردی نتیجه داده نداده؟ اینی مهراق مرض را قرار داد. بولان خوردن در سر چاک و بعد از او آمدن قابلی خوردن به در پیش قلای برقی این موضوعات به مرضت کمک نمیکنه. آقای ناظرین بازی نمی گپ مریض یک نشنیدی که برام میگو ولی گپ مرا نشنیدی و بیادر ما خو گپ بی جایی تو را نشنیدیم عزیز دلم. در باره مرضت که یک ساعت صحبت بکنی تو بگو من بشنو. خب هرگاهی که دل شما دوگ دوگ پیدا کرد، شنیدین خواندن فواد جان رامز دلم دوگ دوگ میکنه یار میآید؟ اینمی معزله که میگه دلم دوگ دوگ میکنه یار میایه، یام از خود یک میکانیزم داره. چرا یار که میاد دل از این دوگ دوگ میکنه؟ به خاطر که سوی کاتیکولامینا در خون از این بالا میره، استرسش بلند میشه و در پلی از او وقتی که کورتیزول از این بالا را سیستم سمپاتیک از یادم فعال میکنه خدا قلب پرش پیدا میکنه. بنابرای از جای دل اگر از بحث دور نشه مهم یست کامل تثبیت شد. خب اول آیا عوامل کاردیاک است؟ اگر اریتمی است کدام نوع اریتمی است؟ کدام نوع بینظمی برقی قلب داره؟ مریض سوپراونتریکولار تاکیکاردی داره یا ونتریکولار تاکیکاردی داره؟ اگر سوپراونتریکولار تاکیکاردی داره از کدام نوع است؟ ای وی ان آر است؟
اترف فلاتر است، اترف فبرولیشن است، چی است؟ اگر مریض ونتیکولار تاکی کاردی داره، با کدام شکل ونتیکولار تاکی کاردی داره؟ ونتیکولار فبرولیشن داره؟ یا به طور مثال تورسو دی پوینت داره؟ کدام نوع بینظمی مثلا در محراقای عزینی و در محراقای بطینی است؟ نویت اریتمی باید تثبیت شود. برای نویت اریتمی بر مریضا در بعض واقعات دواهای انتی اریتمیک از بیتا بلاکر ها شروع تا کلسیم چنل بلاکر ها تا به دیجاکسین تا به امیر دارون تا به ایوبرادین تا به سایر دوا فرق میکنن تا به مثلا حتی بعض اوقات نیاز به اجرای بعض پروسیجرهای جراحی است. مثلا یک مریض یک پراکسیمال سوپراونتیکولار تاکیکاردی مقاوم داره، حتی مثلا بعض اوقات مراجعه میکنه به دکتر صاحبای بخش قلبی و وی بر از اینا آرفی را تجویز میکنن، رادیو فرکانسی کاتیترابلیشن، باز میگه به دفلانی جای رفتم اما جای شارتی که میکرد قلب موجش سوختاند، منظورش از آرفی است، رادیو فرکانسی کاتیترابلیشن. خب آیا در قلب مریض سوراخ های ولادی است؟ جراحی. آیا در قلب مریض تومور هست؟ جراحی، در صورتی که نیاز بود. آیا مریض والش مشکل دارد؟ تبدیل وال نیاز دارد؟ بالون دایلیشن کار دارد؟ چی است؟ آیا مریض پیس میکر در قلب خود داره؟ او بی‌نظمی پیدا کرده؟ باید به دکتر که متخصص پیس میکر است مراجعه کنه که در بالتیش در پروگرام پیس میکر مشکلی ایجاد نشده باشه. دو، عوامل. آیا سایکوجنیک است؟ خب سایکوجنیک به چی معنا؟ سایکوجنیک به این معنا مریض استراب داره، مریض افسردگی داره، مریض سوماتایزیشن داره. در موردش صحبت میشه، برش بیان میشه، برش شرح داده میشه و در پهلوی از او بر از اینا مثلا روان درمانی، مواجه سازی، از مثلا میزان ترس کاستن و حتی بعض دواهای انگزولایتیک و اسارای سینارای اینا توصیه میشه تا اینکه حالت شاستا سخته کن کنه. کتگوری سوم، آیا دوا سبب از این موضوع شده یا دوزش کم یا تخریب میخورد؟ قطع کدام دوا سبب شده پس شروع میشه. در پلی از او پرکاری غده تایراید داره میتونی موضوع شروع میشه. در ضمن از او مثلا مریض کمخونی داره، باید اگر کمخونیش کم بود نوع آهن است، تابلیت های فیرسالفیت شروع تا به مثلا آیرن سکروز و تا به تطبیق بلت خون و بلت ترانسفیژن فرق میکنه. اگر مثلا در سیر کاهش قند خون است، مریض یک غذایی که مثلا قند پس بلند ببره بگیره یا پلوش میشه. اگر مثلا پرش قلب در نزد یک فرد در سیر گرفتن انرژی بود، انرژی را به سر مریض قطع میکنه. در سیر مثلا گرفتن الکل بود، الکل آسوس بند میشه. سیگارت مخاطب باید مریض آسوس کم بسازه. حملگی بود که وقتی کل عادت کرد گپ حالا حل میسازه. و اگر انون بود ماینات الکتروفیزیولوژیک ضرورت داره، یعنی به خاطر تداوی پرش قلب عامل تثبیت میشه و برای اتو عامل بر مریض تغییر سبک زندگی، اهتمامات غیر دوایی، اهتمامات دوایی و از اوقات جراحی توصیه میشه. تا دور بعد، الله حافظ.